در این قسمت برنامه در ارتباط هستیم با آقای یاسر جهان نژادی برای بررسی علت همزمانی برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری رژیم. آقای جهان نژادی با سلام خدمت شما. ابتدا کمی در رابطه با همین سابقه شوراهای شهر و روستا برامون بگید که خلاصه چه سابقه‌ای داره، چه وزن و ثقلی تو رژیم داره. بفرمایید. منم سلام میکنم خدمت شما و همچنین سلام میکنم خدمت بینندگان عزیزتون و همه مردممون. اصل به این سوال شما واقعیت اینه که توی این رژیم اساساً عنصری به نام مردم و شرکت دادن اونا تو تصمیمات و مشارکت دادن اونها تو تحولات شهری و اجتماعی نقشی نداره، اساساً جایی نداره. اینم برمیگره به ماهیت این رژیم. ببینید، میدونیم که یه رژیمیه با سر ضد تاریخی به قول خودشون ولایی و بدنه سرمایه داره، اونم سرمایه داری زالو صفت تجاری مثل قرن 18 هم که با دو بازوی سپاه و دولت تحت امر خامنه ای پیش میره. در نتیجه شوراهایی که رو کار میان اساسا یه ارگانی هایی هستن برای قارت و چپاول بودجه ها تو شهرها، برای پارتی بازی هاشون، برای رشوه گرفتن هاشون و در یک کلام حاکمیت روابط قارتگری در شهر و روستا. به لحاظ سابقه این اسم شورا در حد همین به اصطلاح کلمه که مونده اساسا میدونیم برمیگره به همون اعتراض معروف آیت الله طالقانی در سال 58 که خمینی رو مجبور کرد با اون اعتراض خودش بیاد پای بحثی به نام شوراها. اما خب چون تحمیل شده بود بهشون و چون با ماهیتشون در تضاده، به همین خاطر شکلش رو حفظ کردن اما محتوای ارتجاعی خودشون رو توش ریختن و در انحصار خودشون گرفتن با همین بحث رد صلاحیت، با بحث التزامات و هزار یک ابزار دیگه اون رو به این حالت کنونیش در آوردن که میبینیم یک قارت خونه توی شهرها تشکیل شده به نام شورای شهر یا تو روستاها. بله، حالا امسال ما شاهدیم که رژیم برداشته این انتخابات شورای شهر و روستا رو با انتخابات ریاست جمهوریش انداخته رو هم. هدف رژیم از این کار چیه؟ ببینین، رژیم نه فقط این رو هم انداخته، این دوتایی که شما اشاره فرمودین، بلکه اومده میان دوره‌ای به اصطلاح انتخابات خبرگان و مجلس هم رو همینا انداخته. یعنی همون روز 28 خرداد که انتخابات به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوریش انجام میده، شهر روستا رو انجام میده به علاوه این دوتا. خب این اون هم تو یک جا، یعنی تو همون شعبه هایی که مثلا ریاست جمهوری انجام میده اینا هم انجام میده. خودشون تو ابتدا زمانی که این تصمیم گرفتن موضوع بودجه و انرژی اینا رو مطرح کردن که البته این یک بهانه بیشتر نبود و یک توجیه. اصل موضوع از این شروع میشه که رژیم میدید همون درصد کمی که در انتخابات ریاست جمهوری به سال دورهای قبل شرکت میکنن هرچی زمان میگذره تعدادشون کمتر میشه. به این خاطر این سازوکار رو ایجاد کردن که شهر روستا رو با انتخابات ریاست جمهوری و حتی میان دوره‌ای خبرگان و به اصطلاح مجلسشون با هم یکی کنن. چون میدونیم انتخابات شهر روستا بالاخره یه جنبه‌هایی از فامیل بازی و سبقه‌هایی از طایفه بازی و این شهر و اون شهر بازی اینا توش هست. مقداری هم مثلا به هر حال عده‌ای هستن در این توهم هستن که این یک ارگان خدماتیه و نه سیاسی. یعنی برخی ها خودشون اینطوری توجیه میکنن که البته توجیه درستی نیست، چون تو اون رژیم حتی اونی که اسم خدمات روشه جدا از کلیت نظام نیست. اما این وسط رژیم دغلکاری به خرج داده و خواسته این رو هم به حساب ریاست جمهوری خودش حساب کنه، به این خیال امید که خب بالاخره عده‌ای که صرفاً برای شهر و روستا میان رو هم به حساب این بذاره و فیلمی بگیره و بعد مثلا بگه خب بالاخره این تعداد توی انتخابات ریاست جمهوری ما بودن. چون مثلا این شعبه ها نفره که میره اونجا اون برگه ها که میدن همه این برگه ها رو با هم بهش میدن. بله، طبعا یک به صرف فشار و خفقانی هم اونجا هست که این نمیتونه اون برگه مثلا ریاست جمهوری رو پس بده. به همین خاطر این دغلکاری رو با خرج دادن. خودشون میگن که حدود 300 هزار نفر کاندید شدن. این 300 هزار نفر خب بالاخره یه فامیلایی دارن، یه دوستایی دارن، آشناهایی دارن و این دغلکاری رژیم در واقع از سر اینه که بیاد این رو توی کیسه نامشروع یا به صلاح حساب ریاست جمهوریش بریزه. از هیچ دردی از بی‌درمانی عدم مشروعیت این رژیم این دوا نمی‌کنه. بله، حالا شما اشاره کردیم به این اقدام رژیم به عنوان یه نوع دغلکاری.
حالا وظیفه مردم در رابطه با همین کار رژیم چیه؟ ببینیم خیلی بسیار یه توضیح بدم. اون عده‌ای که اثر فامیل بازی و طایفه بازی یا توهم خدماتی بودن میرن توی این شوراها، باید بدونن که این هم یه غارت خونه و محل رشوه و پارتی بازی و یک ابزاری هست در بسیار این راستا. ولی امسال به طور خاص بسیار ابزاری هم شده در خدمت شعبده بازی بسیار انتخابات رژیم. بنابراین همه اونهایی که کاندید شدن و یا میرن به رأی میدن این شوراها باید بدونن دارن چند ضرب خیانت میکنند. و اما وظیفه مردم و نیروهای برانداز در قبال این شعبده بازی همون وظیفه‌ایه که در قبال تمام انتخابات به اصطلاح انتخابات های رژیم همیشه داشتن، یعنی ملازمه با تحریم فعال مردمی با همون شعار معروف رأی من سرنگونی، نه به شعبده انتخاباتی رژیم در کلیتش و آری به جمهوری دموکراتیک مردمی. خب این در تمامیتش باید این روز روی سر رژیم خراب کرد. به طور خاص بایستی این دغلکاری رژیم رو هم روش حواس جمع باشن، هوشیار باشن و هرچی بیشتر این رو افشا کنن و این پدیده فامیل بازی و طایفه بازی و این شهر و اون شهر بازی و جلوه دادن شورای شهر به عنوان موضوع خدماتی بدونن که این در واقع یه دغلکاری بیش نیست و با روشنگری و افشاگری دست رژیم رو رو کنن و این رو سرش خراب کنن. بله، با تشکر از شما آقای یاسر جهان‌نژادی که در این گفتگو ما رو همراهی کردید.